علی جان، میخوام در مورد یه شخصیتی برات صحبت کنم که خیلی 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 قدیما، اون موقع که پنجره ها رو تو تلویزیون جام جهانی ملی ایران میساختن و بعد شخصیتی اومد با یک صدای استثنایی به نام رامش، روح شاد. از همونجا من شیفته مرام رامش شدم. میدونی که یه مرام لاتیه، همه میگن آره، یه مرام لاتی داشت در صورت داره. که خیلی خانوم بود، در عین خانوم بودن داشمشتی بود. آفرین. یعنی یکی از اون قلب‌های مهربون که برای هر ایرونی میتپید. من با آذر، اسمش آذر، فامیلیش محبی، روحش شاد، به نام رامش مشهور شد. ترانه های بسیار خون، یکی از زیباترینش رودخونه ها بود. ما با هم رفت آمد پیدا کردیم، اخلاقامون خیلی به هم میخورد علی جان، صفتامون خیلی به هم نزدیک بود. بشتید یار و قاره، یار و قاره هم دیگه. وقتی میرفتم خونش، یه روزی که خونش بودم، یه عالمه خانم محبی، روح شاد، مادر آذر، یه عالمه تو آشپزخونه بزرگ، یه میز اینجوری بزرگ بود، یه عالمه سبزی ریخته بود روی میز و نشسته بودیم. منم که رسیدم دیدم آذر و من و گیتی و گیتی خواهر آذر و گیتی جان سلام میکنم از اینجا بهت، نشسته بودیم، نشستیم سبزی پاک کردن و حرف زدن و اینها، و یه مرتبه دیدیم که کی از در اومد تو. تو از در اومد، علی در اومد، کی بود؟ یه همه جا هست. کی بود؟ فرخزاد از در خونه خانم آذر محبی، رامش عزیز، اومد تو. منو میگی شک 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 فرخزاد از در اومد تو. منم عاشق فرخزاد و اصلا ببرم دم اوه چه رفاقتی داره با رامش. از اون نزدیکای رفیقای واسه هم جون میدن. فرق زدم نشستی یه ذری سبزی مبزی هم اون پاک کرد و بابا. مجلس خیلی خودمونی شده بود و میوه آورد خانم ماه بیروه شاد و نمیدونم چایی گذاشت و فلان. اینا کی از در اومد تو؟ بازم فری رفت. اونم فری بود. اونم فری بود، ولی این دفعه فیروزه خواننده بود. به به به، فیروزه خوشگله. فیروزه خانوم، اون موقع اسمش فیروزه نبود، بهش میگفتن نازی. نازی مرام آذر رامشو داشت، لات با مرام با معرفت یک شناس. من خانم فیروزه رو، خانم نازی رو ندیده بودم هرگز. منزل کی دیدم؟ خانم رامش. اومد نشست و اینا، و به رامش گفتش که با آقای فرخزاد آشنا شد و با من آشنا شد و نشستیم. یعنی فیروزه هم قبلا فری رو ندیده بود؟ نه خیر، ما همه اونجا با هم آشنا شدیم. به چه جمعی بود. نشستیم و دیگه خانم محبی شام آورد و شام رو خوردیم و فلان اینا. فیروزه برگشت به رامش گفتش که آذر، گفت جونم، گفت میتونی با فریدون صحبت کنی من تو فیلم میخک نقره ایش برم یه دونه بخونم براش جونم. آذر گفت آره بهش میگم. علی برگشت گفت فری، گفت جون فری این نازی ما رو ببر تلویزیون برنامه میخواهی که نقری. صداش خوبه، صداش قشنگ، لوند خوشگل، توپولی هم بود فیروزه و خوشگل لوند. گفت باشه، بگو یه روز بیاد خونه من باش صحبت کنم، قرار بذارم. چشم.
اون روز گذشت. یه روز دیگه من خونه آذر بودم، دیدم فیروزه اومد. اومد و بعد به آذر گفتش که آذر کمدتو واکن ببینم لباس چی داری؟ لوازم آرایش چی داری؟ من سر راه رسیدم یه دست لباس میخوام. گفت کجا میخوای بری مگه؟ گفت میخوام برم خونه فریدون. گفت همین با همین لباس برو تو. خیلی گفت فریدون باید لباس شب بپوشی. گفت بعد آخه. گفت نه با من اینجوری برو فریدون خاکیه، خاکی یلخیاس. آقا فیروزه بلند میشه با همون لباس و بلیز شلوار، ولی لباس درست تنش بود بله، و میره خونه فریدون فرخزاد تو امیریه. خونه فریدون موقع امیریه بود. شما میخواستم بذارم وسط حرفاتون نیام، بذارم حرفاتون تموم بشه و بگم که میدونید بچه محل قدیمی من بوده خانم آذر شیوا. آذر شیوا؟ خانم آذر، آذر محبی، خانم رامش. ایشون هم بچه امیریه بوده. بله. نمیدونستم اینا. من همیشه بچه محله قدیمیمونو، چون زمانایی که ما اونجا بودیم ایشون رفته بودن، ولی مثلا همسایه قدیمیامون میگفتن، میگفتن این خونه آذر بوده. آخه ایشون هم جز بچه محله قدیم امیریه ما بوده. پس بچه محله تو خانم محبی، سرهنگ محبی، پدر آذر سر پل امیر بهادر که ما مدرسه میرفتیم خیلی از امیریه بالا کشیدن. بله. و دیگه مثلا وقتی روش میکردن میرفتن خیابونه بالا دیگه. آره دیگه. یه وقتی سالی یه بار میامدن، اصلا این وقت نمیامدن پایین. آره. مثلا حرف میشد همسایی هم گفتن مثلا دیگه 20 سال دیگه اینجا نیامده، 15 سال نیامده. ولی خب خودشو بچه اونجا میدونه. آره دیگه حرف میشد و بقا من بچه آره دیگه. هم خلاصه خانم فیروزه فری هم اونجا بوده، فری امیریه بود اصلا. بله امیریه زندگی سالها، چون خونه مادرش و فروغ و اینا که میدونستم اونجا بوده، اصلا فریدون هم سالها اونجا بوده. خلاصه میره خونه فریدون و بعد فریدون میگه خب حالا پشت ببینیم اصلا تو چی میخونی؟ فریدون هم میدونه که یه ذره اهل شوخی و لودبازی و این داستانه بود. میگه حالا چی میخونی؟ با لبیجه میگه یه آهنگ میخونه براش و بعد اینجوری میکنه فوت میکنه موهاشو، این کارهایی که ولی تو عروسی ها میخونده، توی مهمونی ها خانم فیروزه میخونده، ارکست داشته میخونده اینا، ولی خب دوست داشته بره تلویزیون بیشتر دیده بشه، اونم تلویزیون جام جم ملی اینا. قفلش دست خود فرخزاد. آره. هیچی آقا. اینا چیکار میکنه؟ فریدون میشونه اینجوری نگاه میکنه میبینه که داره فوت میکنه و میرخصه و گردن میاد و فلان. استایله خاص خودش. آره داشت و خیلی هم همون شیرین بود و خوشگل بود. آره. فریدون میگه خیلی خب خب کارا چی بود؟ من خواستم صدا تو بشنم. خلاصه ما نشسته بودیم با رامش، یادیم خانم فیروزه عصبانی اومد از در خونه آذر. خونه آذر هم همیشه درش باز بود. اومد آذر گفت چته؟ چرا عصبانی شد؟ چی شد؟ دیدی رفتی خونه فریدون؟ گفت آره بابا این چرا آدم مسخره میکنه؟ من براش دارم میرقصم لونده میکنم بالا اینا، به من میگه کارا چی زشته بود؟ کارا چی سبک بازی در خلاصه ای با خاک بر سر. آذر میگه نه بابا اون شوخی کرده، اون قصدش توهین نبوده. و واقعا هم فرخزاد قصدش هیچ وقت توهین نبود، ولی شوخی رو میکرد، شوخی های شیرین میکرد. اصلا شیرین شوخی میکرد. آره. این کاره بود بابا، شومن بود دیگه قربونت برم. یک اصل بینول بود. یک بینول بود به قول تو. خلاصه گذشت، فیروزه خانوم شد فیروزه با اون صورت نازش، با اون صدای قشنگش، رفت توی تلویزیون و درخشید و شد فیروزه و آهنگ پشت آهنگ و دیگه هم با منم رفیق شد و سر فیلم جوجه فکلی من سر فیلم جوجه فکلی بود؟ نه سر فیلم غلام زنگی بود به نظرم، فیلم غلام زنگی بود. من باش قرار داشتم که شب بیاد منو ورداره با همدیگه بریم
بیرون و حال و حول و اینا. من مجبور بودم که ای بهش میگفتم دارم میرم اصفهان، ولم نمیکرد، میامد میچسبید به من در خونه، تو خونه که شب با هم بریم بیرون. بهش گفتم من شب قرار بذارم، من شب میام. شب ما حرکت رفتیم اصفهان، فردا شبش من خوابیده بودم توی خونه، دیدم با لگد یکی گذاشت در چهار داغ در باش. فیروزه بود. بلند شده بود اومد اصفهان. پای اکیپ فیلم بعدی جوجه فکری؟ نه جوجه فکری نبود، فیلم غلام زنگی بود. اونم تو اصفهان فیلم بعدی. آره، یه تیکه هایشو تو یزد دیگه رفیق شده بودید. آره. دیگه آقا منو میگی شوک شده بودم، گفت نامرد بی‌معرفت قال میزدی. گفتم بابا مجبور بودم. بلش شبونه من برداشت بود، رفتیم نشستیم و خیلی با هم خیلی مشتی بود. همین چند وقت پیشام یه سلام علیک آنچنانی، عشقبازی آنچنانی مدل قدیمی با هم کردیم توی اینستاگرام و تو واتساپ و اینا، و آهنگش رو برام فرستاد و چقدرم ترانه قشنگ دختر آق منگلی رو خونده بود. سالهایان سال از همدیگه پراکنده شدیم، هر کدومون یه جا رفتیم. آذر رفت امریکا بعد از انگلا، من رفتم امریکا. توی امریکا من و رامش شدیم همسایه، یعنی خونه من این پنجره من بود که وای میستادم، اونم خونه آذر بود که از اونجا ساعتی صد دفعه داد میزن لیلا لیلا. چرا لیلا؟ اسم من لیلا صدا میکرد، عاشق لیلا بود. ادا صمد و لیلا رو در میامد، خیلی شیرین بود. با برادرش هوشنگ و خانم مایبی زندگی میکردن، آذر اونجا. آذر خیلی موفق بود، ولی زمانی که پدر آذر محبی خانم رامش فوت کرد، روحش شاد سرهنگ محبی، آذر از پا افتاد، کمرش شکست و آذر خونه نشین شد. دیگه حاضر نشد جلوی روی صحنه بره. استرس، افسردگی روز به روز چاخترش کرد. از زندگی سیر شده بود، دنیا رو دوست نداشت، چون عاشق پدرش بود. و این شوک به این هنرمند محبوب خوش صدای ما وارد شده بود که هیچ جوری نمیتونست از این شوک بیاد بیرون. یه حالت خودکشی گرفته بود و مدام من رو صدا میکرد که بیا برو ساعت 11 صبح یه دونه قابلمه گونده، 5 دست چلو کباب سلطانی بخر با یک شرابای هست اینقدر خمرس سبز رنگ دسته داره، این چلو کباب خودکشی، این چلو کبابا رو میخورد قرقر قرقر رو سر که اتو رخت خواب بیرون نمی اومد، شده بود اینقدر. و مامانشون پایین عشق میریخ که آذر داره خودکشی میکنه، برادرشون شنگ از اون بر عشق میریخ که آذر داره خودکشی میکنه. و تنها یار و یاورش اون زمان من بودم که اشکاری ازم بر نمی آمد، اشکاری نمیتونستم. و مجبور بودم برم چلو کباب، از کلبه هم میرفتم میخریدم، یادش بخیر، چلو کباب تو همون شرمن وی، تو همون رسیدا شرمن وی، ولی نه علی، شرمنوی ودی، به یک رستوران، کابر رستوران به نام کلبه که غذای اونجا خیلی دوست داشت. یه روزی نزدیک ژانویه بود، اون وقت چی؟ زور میخورد اون چلو کبابو، شبم باز میخورد، شبم باز پر میخورد، خودکشی. یه روزی یه آقایی بود به نام دکتر موسا کت خدازاده، گوشش صدا کنه، تب سوزنی میکرد. من با اون تب سوزنی یه چیزی نزدیک 30-40 کیلو لاغر شده بودم و آذر میگفت تو چرا روز به روز داری لاغر میشی؟ گفتم بابا بیا بریم پیش دکتر کت خدازاده. با تو هم نمیومد، میگفت تو با من چیکار داری؟ من دارم از دست سوال میکنم، تو میخوای منو ببری اونجا؟
آقا یه روز به هوای این که این هوس کرده بود درخت کریسمس بزنه، گفتم بیا ببرم خودت انتخاب کن. ما اینو بردیم پیش آقای دکتر کدخدازاده که باهاش حرف بزنه، شاید تب سوزنی رو شروع کنه و این آدم برگرده به خودش. ولی متاسفانه حریفش نشدن، نشدیم، تا اینکه سفر به لندن کرد. شنیدم که خانم محبی فوت کرده و رفت پیش یکی از دوستای خیلی خوبش. آخرین بار آذر رو توی کانادا دیدم که توی کنسرتش برنامه میذاشت، رفتم به دیدنش، رفتم برای دست بوسیش و اون آخرین باری بود تا اینکه شنیدم که آذر محبی هم دنیا رو ترک کرد با همه قصه هاش. یک بارم که روی صحنه رفت که آخرین بار بود، آخرین بار قرار بود با داریوش بره، ولی داریوش عزیز اون شب روی صحنه نرفت و آذر محبی تنها موند. علت هم داشت، علتش هم ثابت شده است، ولی انقدر پرقدرت آهنگایی که خون لاغر شده بود، باز لباسه زیبا یه صحنه رو پوشیده بود، به یه امید برگشته بود، ولی امیدش رو از بین بردن تا یواش یواش از این دنیا رفت. خب خاطره ها کم نیست علی جان، هر کدومش به نوع خودش برای من خیلی زیباست و خوشحالم که این خاطره در من زندگی میکنه تا بتونم یادی بکنم از بزرگان و عزیزانم که زندگی ها کردیم علی جان. زندگی کردن با خاطره بسیار حائز اهمیت و میدونم تو هم بسیار خاطره داری از کسایی که باهاشون در ارتباط هستی. در حدشون جوجه بیش نیستیم. من مال من قدیمیه، مال من مال اون دورانه که همه با هم یک دست بودیم، همه با هم همدیگر دوست داشتیم و عشق می‌ورزیدیم و هنوز هم ادامه داره. من هرگز فیروزه، هرگز فرخزاد، هرگز رامش رو فراموش نمی‌کنم. این است که زنده باد خاطره ها، زنده باد دوستی، رفاقت و احترام بین بزرگان و اسطوره ها و نور چشم. بله، در انتهای برنامه فقط یک موضوع خیلی شاخصی و خدمتتون بگم قبل از خداحافظی، کلام آخر، این که به گفته تمامی آهنگسازها و تمام اهالی فن موسیقی، یکی از ژوسترین خواننده ها و تکنیکی ترین خواننده های ایران در کل اعصار خانم رامش، خانم آذر محبی بوده و اونقدر توانه. تکنیکی خوندن با خواننده بودن خیلی فرق میکنه، با صدای استثنایی بخصوص. بله، تکنیکی خوندن یعنی مثلا مثل یه نفر، دو نفر رانندگی بلدن، یکی راننده است دیگه، تو اتوبان رانندگی میکنه، یکی میبینی وقتی رانندگی میکنه میتونه آقا همونجا دستی بکشه سه تا دو درجا بزنه، آره، بعد دوباره برگرده 380 درجه، بعد دوباره برگرده همونجا باز. به این میگن تکنیک. و صدای خانم رامش یکی از تکنیکی ترین صداهای زن و بانوی ایرانی بود، بهش افتخار میکنیم و افسوس که عشق ایران در دلش موند و به این گونه به پایان رسید قصه. 70 ساله شد که دنیا رو ترک کرد، ولی میدونم قلب و روحش در این دنیاست و خواهرای عزیزش انشالله 120 سال زنده باشن، برادر نازنینش. همیشه خانواده محبی عشق من بودن، به خصوص آذر محبی، همون رامش صحنه‌های موفق دوران طلایی. بله، به خدای بزرگ میسپارمتون با امید روزهای قشنگ برای شما که ما هم شاهدش باشیم. لبتون خندان، دلتون شاد، پر از خاطره باشه زندگی های قشنگ. خدا نگهدار.